بسم الله الرحمن الرحیم. درد خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، دردمندان و درد شناسان بزرگ. صفحه 34. 1. مادران. همه دردها از خلق کردن و خلق شدن است و خلق کردن همان جریان خلق شدن است. خلق کردن آرمان همه آرمان‌های هر بشری است و غایت آگاه و ناآگاه هر آرزو و تلاشی است و این یک اراده ذاتی است. این همان اراده ذاتی انسان به خدا شدن است. انسان نه تنها لحظه به لحظه شاهد بر خلق شدن خیشتن است، بلکه دستاندر کار خلقت خیشتن نیز هست، وگرنه هیچ مسئولیتی در قبال اعمال و امیال خیشتن نمی داشت. و اگر انسان به دقت بر احوال و اعمال و اوضاع زندگی خود بنگرد، می‌بیند که به راستی با دو دست خیشتن به تدریج خلق شده است و با اراده خیشتن. اگر چنین نمی بود، کل دین و مسئولیت و محاسبه و جزا و اجر از بنیاد باطل و ناحق و تماماً ستمگرانه می بود. همه در حال خلق خیشتن هستند. عالم و عامی، زن و مرد، کودک و مادر، کافر و مؤمن و هنرمند و عارف و عمله و هر کسی در حال خلق کردن مشغول خلق شدن است. انسان و خدا دو روی این واقعه خلقت هستند. انسان خلق می شود و خدا معرفی می شود. همه باردار و در انتظار زایمان هستند و هر کسی در انتظار تولد خدا از خیشتن است. یکی در قلمرو شغل خود، یکی در قلمرو هنرش، یکی در قلمرو عمل سیاسی، یکی در جهان مکاشفات علمی یا عرفانیش و یکی هم در رحم خیشتن. هر مادری در احساس و اندیشه و آرمانش خدایی به دنیا می آورد و لذا وی را می پرستد. هرچند که چه بسا این خدای کوچک به ناگاه یک شیطان از آب در می آید، ولی به هر حال باز هم پرستیده می شود. مادر نه تنها خدا را میزاید، بلکه خودش خالق این خدای کوچکی است که زاییده است. مادران خدایان و خالقان روی زمین هستند، زیرا انسان را از بطن خود و فقط به واسطه یک بهانه کوچک یا لحظه‌ای همخوابگی با یک مرد خلق می‌کنند. اگر همین بهانه و واسطه لحظه‌ای و کوچک نمی بود و همین یک قطره آب نمی بود که از غیر دریافت می کنند و دست مایه خلقت می سازند، می توانستیم به راستی آنان را خدا بنامیم. همانطور که حضرت مریم علیه السلام بدون چنین واسطه و ابزاری و به خودی خود کودکی به دنیا آورد و در مسیحیت جای خدا را گرفت و کودکی را هم که به دنیا آورد پس از وی در اذهان مسیحیان همتای خدا شد. خدایی زن، خدایی مرد را خلق کرد. به همین دلیل در مسیحیت واژه و معنای خدا یا اصلا وجود ندارد و یا تعارفی مصلحتی بیش نیست. خود مسیح علیه السلام هم مردم را به خدا دعوت نکرد، بلکه گفت به من ایمان آورید و مرا دوست بدارید تا رستگار شوید. و این خط بطلان بر کل مذهب یهود بود و ابطال خدای یهود. به هر حال مسیح به عنوان یک پیامبر هم یک پیامبر مادرزاد است و این ربطی به خود مسیح ندارد، بلکه مربوط به مریم علیه السلام است. از هر حیث مقام مریم علیه السلام بسیار برتر از مسیح است، نه فقط به عنوان مادر مسیح، بلکه به عنوانی مادری بکر و بدی، مادری خدایگونه، گویی که خداوند خودش را از بطن خودش زایید. اگر خود مریم علیه السلام به واسطه یک مادری زاییده نشده بود، در خدا بودنش کمترین تردیدی روا نمی بود، زیرا خداوند معنای لم یلد و لم یولد است. وقتی گفته می شود که خداوند به هیچ چیزی شبیه نیست، یعنی ولم یکن له کفوا احد، بدان معناست که به هر چیزی در جهان شباهت دارد و هر چیزی شباهتی از اوست، یعنی نشانه و آیه ای از اوست. در غیر این صورت بایستی خدا را مترادف عدم قرار دهیم. هر چیزی شبیه خداست، ولی خداوند شبیه چیز خاصی نیست، بلکه شبیه کل جهان هستی است، ولی جهان هستی نشانه اوست و نه خود او. و مادر شبیه ترین نشانه خدا بر روی زمین است و کمال این شباهت همانا حضرت مریم علیه السلام است
و مریم علیه السلام دردمند ترین و درد شناس ترین زن عالم است و لذا به قول قرآن سرور بانوان است. مریم علیه السلام مشهورترین زن کل تاریخ بشر است و دردها و مصیبتهای وی را همه کمابیش بر حسب ظاهر شنیده ایم. زنی که از دوران کودکی تا به آخر عمرش استخوان درد داشت و ناله‌اش را به ندرت کسی می شنید. پاکترین دختر جهان، آن هم یک پیامبرزاده که در این حال تحت سرپرستی یک پیامبر بزرگ دیگری به نام زکریا زندگی می کرد. به ناگاه باردار شد بی هیچ شوهری و متهم به زنا. این درد دل و روح حتی به مدت فقط 9 ماه به اندازه 9000 سال از جانکاه‌ترین دردهای جسمانی هم نابود کننده تر است. و سپس پسری به دنیا آورده است که او هم در تمام عمرش درد شکم و پهلو و سینه دارد و ناله می کند و از دست مادرش هیچ علاجی بر نمی آید، در حالی که بسیاری از امراض مردمان را شفا می کند و نیز عاقبت پسرش را هم می داند و می بیند. و شاید دردناکتر از همه این که می بایستی با نامزد خود یوسف هم ازدواج کند و زان پس مسئولیت دنیوی مادریت و همسریت خاکی را هم بر عهده گیرد. در روایات اسلامی آمده است که مریم علیه السلام زیباترین زن جهان بوده است. این زیباترین زن جهان در عین حال دردمندترین زن جهان بوده است. از اشد درد و زیبایی و از اتحاد این دو شدیدترین صفت انسانی به دنیا آمده است که به قول مسیحیان همان خدا یا پسر خداست و از نظر مسلمانان همان خلیفه خداست و پیامبری زنده است و به روایتی هم همان مهدی موعود است که اینک حدود 2000 سال از عمرش بر روی زمین می گذرد. اتحاد زیبایی و درد و پاکی مولد چنین واقعی شده است که البته بایستی اشد فقر و گرسنگی را هم به این 3 عنصر افزود: زیبایی، درد، پاکی و گرسنگی. آیا به راستی مریم علیه السلام چه چیزی را زاییده است؟ آیا او چیزی جز درد را زاییده است؟ روح خدا را، روح درد را، جمال اندوه را و به قول قرآن کلمه خدا را زاییده است. و مسیح نیز درد بود، دردی که همه را درمان می کرد و خودش درد بی درمان بود. او جمال و تجسد همان روحی بود که خدا در انسان دمیده است، روح الله. او تجسد محض روح انسان بود و لذا زندگی بخش و شفا دهنده بود. خودش می گفت که من زندگی هستم. پس مریم علیه السلام روح را زاییده بود، زندگی را، درد را، اراده پروردگار را. زیرا قرآن کریم روح را امر خداوند می خواند. امر و اراده خداوند در خلقت انسان را زاییده بود. مریم علیه السلام مظهر کمال درد مادر بودن است و همه مادران جهان در زیر مجموعه مادریت مریم علیه السلام و درد وی قرار دارند. درد مادریت و کلن هر دردی در زیر پوست خود حامل لذت و عزتی روحانی است که موجب تحمل و پذیرش درد می شود و این راز هر درد و درد کشی در انسان است که البته در درد مادر و خاص درد بارداری و زایمان بسیار شدیدتر حضور دارد که در زنان مدرن در حال رخت بربستن است. به همین دلیل زنانیت و مادریت هم در اکثر زنان مدرن روی به افول است. نقش درد بارداری و زایمان در رشد امیت زن که همان هویت زن است و زنانگی اوست یک نقش درجه اول است. حتی می توان گفت که زن بدون کشیدن این درد موجودی معلق و برزخی است و در خود ریشه ای ندارد. لذت درد بارداری و زایمان به لحاظی از جنس درد قاعدگی و درد از دست دادن بکارت و همخوابگی است. انواع این دردهای لذت بخش روح ارکان ذاتی هویت زن در خلقت اوست. و اما به لحاظ روحی شدیدترین درد و گرفتاری و تناقضی که در زن وجود دارد همانا ناتوانی در ظهور و بروز دادن تمامیت نفس خود در رابطه با مرد است، خاصه اگر آن مرد همسر وی باشد. و این مسئله در رابطه جنسی 200 چندان شدیدتر واضح می گردد. فائق نیامدن بر این معضل زمینه و علت العلل پیدایش همان چیزی است که کید عظیم در زن نامیده شده است.
و زن را تا سرحد یک دیو یا شیطان و جادوگر معرفی می کند که گویی رسالتی جز بازی دادن مرد و گمراه نمودن او ندارد و هرگز هم هیچ مردی نخواهد توانست به ماهیت نهان زنش آگاه شود. این تناقض عظیم و همه جانبه که اگر زن خودش و امیالش را بروز دهد، زنی بد و بلکه روسبی صفت شناخته می شود و اگر خودش را مخفی سازد، مجبور به مکر و ریاکاری می شود و زنی مکار و شیطان صفت معرفی می گردد. این تضاد که به بیانی تضاد بین صدق و ریا می باشد، درد جانکاهی است که زن لحظه ای هم از آن رهایی ندارد. چون این تضادی در مرد هم نسبت به همسرش وجود دارد، ولی به لحاظ کمیت فقط شامل برخی از مسائل می شود و به لحاظ کیفیت هم هرگز به شدت مسئله زن نیست. شاید به دلیل قدرت و استیلایی که در خود نسبت به زن سراغ دارد و در واقع اهمیت چندانی نمی دهد که از چشم زنش چگونه مورد قضاوت قرار گیرد. یعنی به خاطر نیازی که در زن نسبت به خود می‌یابد و بی نیازی خودش نسبت به زنش. که محور نیاز مرد نسبت به زنش همانا نیاز جنسی است که تازه می‌تواند خیلی آزادانه تر از زن این نیاز را در روابط نامشروعی ارضا کند و یا این که حد اکثر همسری دیگر برگزیند، که این مسئله برای زن بسیار سخت تر از مرد است. زیرا زن در ازدواج دومش یک موجود نیمه کاره و کم ارزش تلقی می شود، ولی مرد لزوماً اینطور نیست و با خرج پول بیشتری نقص خود را جبران می کند. ولی زن با چیزی نمی تواند این نقص را جبران کند، حتی در چشم خودش، و همواره یک کالای مستهلک و فرسوده و دست دوم محسوب می گردد. این دست دوم شدن اساساً اهمیتش در نگرش خود زن نسبت به خودش می باشد. درست به همین دلیل زن مطلقه به آسانی در مهلکه فساد اخلاقی و روسبیگری پنهان و آشکار می افتد. مگر اینکه به کلی به هر دلیل از هر مرد دوری گزیند و فکر ازدواج مجدد را از دل و سر بیرون کند و یا به قوت ایمانی قوی از خود حراست نماید. همه این معضلات در رأس دردهای زن قرار دارد که کل وجودش را تحت شعاع قرار می دهد و دردی عمیقاً قلبی و روانی است که کمابیش به امراض عصبی و جسمانی هم منجر می شود. گویی که زن بین صدق یعنی برون افکنی نفس و زجر یعنی خیشتنداری و ریا بایستی یکی را برگزیند و هر کدام را برگزیند هم در چشم خودش و هم در چشم دیگران به گناهی متهم است. ولی معمولا انتخاب دوم که مترادف با معنایی مثل حیا و خیشتنداری هم هست برای اکثر زنان آسانتر می آید و لذا اکثریت زنان اسوه مکر و کید عظیم محسوب می شود. و درست به همین دلیل مردان هم به زنان روسبی صفت گرایش می‌یابند، زیرا آنان را صادق و بی‌ریا می‌یابند، هرچند که زنانی خوب نمی‌دانند و حاضر به ازدواج با چنین زنانی هم نیستند، همانطور که اگر همسرشان هم با آنان بی‌ریا باشد و تماماً نفس خود را خواسته در امور جنسی بروز دهند، نسبت به آنان بدبین و شکاک می‌شوند و چه بسا آنان را طلاق دهند و زن غریزتاً این مسئله را در مرد می‌شناسد. پس لازم می‌آید که در اینجا درباره ماهیت ذاتی حیا و ریا بحث شود که فرق بین خیشتنداری و مکر چیست و حد و مرزش کجاست و چگونه این تضاد بی پایان قابل حل است. آیا این تضاد لاینحل حاصل جهل زن نسبت به خیشتن است و یا حاصل نگاه مرد سالارانه شوهر و یا هر دو؟ مرد نیز این تضاد را در خودش داراست، ولی مرد سالاری و قلدری و قوا و استیلای جسمانی و اقتصادی و اجتماعی وی به همراه قوانینی که از وی حمایت می کند حل این تضاد را در خودش بسیار راحت تر می یابد. درست به همین دلیل مرد و زن هر دو به میزانی که نمی توانند این تضاد را به هر طریقی در خود حل کنند و به سوی ظهور و بروز آزاد خود نسبت به هم دیگر بروند، به سوی انحرافات جنسی و نیز فساد اخلاقی می روند. معضل دوست دختر و دوست پسر در میان افراد متأهل که امروزه به صورت قانونی مشروع در آمده است، گویی برای حل این تضاد است.
گویی که پیوند و عهد رسمی و دائمی زناشویی مانع ظهور و بروز آنها نسبت به یکدیگر می شود و در روابط نامشروع و غیر متعهد راحت تر هستند، که این راحتی اساساً مربوط به رابطه جنسی است و نیز نسبت به آزادی احساس و فکر و عمل اجتماعی است و عدم تعهد پاسخگویی نسبت به راه و روش خود به طرف مقابل. منسوخ شدن ازدواج رسمی و دائمی در بشر متمدن اساساً از همین جنبه است که از رابطه زن و مرد نهایتاً چیزی بیشتر از لذت جنسی باقی نمی‌گذارد و انسان‌ها در چشم یکدیگر مبدل به اشیای جنسی می‌شوند، که این جریان زمینه همه امراض و جنون‌های جنسی تا سرحد عقیم شدگی و انقراض نسل بشری است. پس این تضاد مورد بحث منجر به تضاد وجودی بشر با تمامیت خودش می شود و به خود براندازی می رسد. پس تا تضاد بین حیا و ریا حل نشود، این خود براندازی اجتناب ناپذیر است. تا این درد جانکاه و مادام العمر زن برطرف نگردد، مرد هم محکوم به نابودی است. تا زن این تضاد و درد بیپایان را با خود داراست، مرد هم روی آسایش و سلامت را نمی بیند و در جنون و زجر نابود می گردد. حالا بهتر می توان فهمید و دید که گرایش بشر متمدن به انواع مواد نشعزا و خلص آور و مست کننده تلاشی برای حل این تضاد است، زیرا انسان در حالت بی خودی خیلی راحت تر می تواند خودش را بروز دهد. و نیز می دانیم که زمینه دیگری از انحطاط بشر مدرن همین اعتیاد به انواع مواد مستی آور است، که خود علت بسیاری از امراض جسمانی و روانی می باشند و مولد نسلی رنجور و دیوانه و مفلوج است. پس آیا راه حل برحق و نجات بخش چیست؟ آیا این تضاد رمزوار و جادویی و تباه کننده بلاعلاج چه رازی در ذات خود دارد و این راز از کجاست؟ و پیامش چیست؟ به هر حال مسلم است که این تضاد نسل بشر را بر روی زمین مواجه با بودن یا نبودن کرده است. این که زن در لذیذترین و نزدیکترین حد رابطهش با شوهر دچار شدیدترین تناقضها و تضادها و هراسها شود و مستمرن احساس روسپیگری نماید و نگران این امر باشد که مبادا شوهرش وی را روسپی بیابد. آیا کم دردی است؟ آیا دردی بدتر از این وجود دارد؟ این همان درد مگوست و برخواسته از رازی مگو. این تضاد عظیم که لاینحل و جاودانه می نماید بر حسب عقل و تجربه بشری فقط و فقط به یک طریق قابل مهار و نهایتاً قابل حل است و آن اطاعت بیچون و چرا و صادقانه از احکام پروردگار در دین می باشد و آن انجام وظیفه است، همان وظایفی که خداوند برای زن و شوهر در امور زناشویی مقرر نموده است. انجام وظیفه به معنای انجام اعمال بدون دخالت هوس‌های شخصی است، زیرا نفس بشر طبعاً دچار این تضاد و صدها تضاد دیگر است. همه تضادهای نفسانی بشر جز به واسطه انجام وظیفه دینی قابل حل و کنترل نیست. راستگویی، رزق حلال، تسلیم بودن جنسی زن در رابطه با شوهر، حفظ حجاب و عفت و ساده زیستی و قناعت و ادای حقوق مرد نسبت به زن، اینها همان احکام دینی خدا هستند که در همه مذاهب حضور دارد و به ندرت کسی صادقانه از آن اطاعت می کند و لذا بخش عظیمی از دردهای زن در زندگی زناشویی برخواسته از عدم اطاعت از احکام دینی است. خود این تضاد مذکور کمترین عذابش یک دغدغه و استراب و التهاب دائمی در نفس زن است که آرام و قرار را از وی می گیرد و او را به سوی امراض عصبی و جسمانی می کشاند، از جمله عذاب جنسی. یک زن شوهردار فقط مادر فرزندان خیش نیست، بلکه مادر همسر خود نیز می باشد. و به میزانی که این مادریت را در رابطه با همسر خود ادا می کند، در باره فرزندانش نیز می تواند ادا کند، وگرنه رابطه سراسر لطف و عزت بخش و رشد دهندهش با فرزندانش مبدل به خفت و ذلت و عذاب می شود و فرزندانش خار چشم وی می گردند. و در حین همسر بودن، مادر همسر خیش هم بودن، البته کار بس عظیمی است و
و صبر و جهاد عظیمی می طلبد و رنج های عظیمی به همراه دارد، ولی این نوع رنج در وجود زن مبدل به گنج ایمان و عزت و تعالی روح می شود و کاهنده نیست. مرد همواره تا به آخر عمر ذاتاً در چشم زن یک کودک است، منتها یک کودک بزرگسال و مدعی و متکبر و اکثراً متجاوز و ستمگر. صبر زن در قبال این بچه قول راز تمام رشد و ایمان و تکامل روحانی اوست. خاصه که این کودک قول موجودی ابله و متکبر و کافرکیش هم باشد. زن زاینده است و گویی خدای زمینی بشر است، ولذا به میزانی که این مقام خود را می‌یابد و در قبال همه افراد بشری احساس مادری و مسئولیت مادری دارد، موجودی کامل و رستگار و سالم است. همی که برای همه می‌خورد، گوهری رشد اوست و به میزانی که دنبال هوس‌های خیشتن است و حتی همسر و فرزندان خود را فقط ابزاری برای بازی‌های خود می‌بیند، روی به سوی انحطاط و بیماری‌های کاهنده و تباه کننده دارد. اصولاً آن که غم دیگران را می‌خورد، به تجربه ثابت شده به لحاظ جسمی و روحی سالم‌تر و خردمندتر و متکی به نفس‌تر است. انسان به میزانی که غم دیگران را می‌خورد انسان است، مثل پیامبران خدا و مصلحین بزرگ. و زن ذاتاً در جایگاه چنین مقامی قرار دارد که اگر حق این جایگاه را درک نموده و بپذیرد، به انسانیت خود پاسخ گفته است و به میزانی که به این حق پشت کند، به همان شدت روی به انحطاط و فساد و سیاه بختی دارد و به عذابها مبتلا می شود و رنجور است. و زن مدرن به میزانی که شعارهای دروغینی چون برابری و امثال هم را هدف قرار داده، به سوی بی‌هویتی و بردگی و بدبختی می رود و مبدل به یک شیء جنسی دیوانه می شود، مبدل به یک سوراخ محض. همه زنهای بزرگ غمخواران بزرگ مردم بودند، مادر مردم. زن یعنی مادر. همه زنانی که حیات و هستی خود را فدای مردم کرده اند و درد و هم و غمی جز دردهای مردم نداشته اند، بستر ابلاغ پیام پیامبران و حکیمان و مصلحین بزرگ بودند و مردان مرده را زنده کرده اند. نقش تاریخی این زنان در بیدارسازی جوامع بشری به لحاظی بسیار اساسی تر از مردان بزرگ بوده است. کسانی چون مریم علیه السلام، خدیجه، زینب، رابعه ادویه، در تاریخ جدید جهان زنانی چون ژان دارک، قرة‌العین، لو سالومه، سیمون دوبوار، جمیله بوپاشا، روزا لوکزامبورگ، هر یک به نوعی و در درجه‌ای حتی معلم و رهگشای مردان بزرگی بودند. کسانی که پای بر هوس‌های مبتذل و تباه کننده خود نهاده و در مقام مادر مردم قرار گرفتند. کسانی که دست از جنون مردخواری و بچه‌خواری کشیده و مرض برابری را در خود درمان نمودند و لذا ریشه مرض را در خود برکندند. این واضح گردیده است که آنچه که معمولاً تحت عنوان عشق و عاطفه در فرهنگ جاهلیت زنان حربه‌ای برای هر فسادی برای آنان گردیده، همانا عشق به مردخواری و فرزندخواری است و این شیطنت زن است که در لباس عشق و عاطفه مخفی شده و منبع کید عظیم اوست که بیش از هر کسی خودش را تباه می سازد. این عاطفه دروغین علت نفرت زن از هرچه مرد و فرزند می شود و این نفرت زن را از درون می گنداند و رنجور می کند. شوهر پرستی و فرزند پرستی همان لباس مکری است که ناحق و دروغین بودنش در عمل و ماهیت نهایی زن هویدا می شود. زن فقط از طریق فائق آمدن بر این نفسانیت خیشتن که لباس عشق می پوشد و نیز از طریق خردگرایی و عمل عقلانی و وظیفه اخلاقی دینی است که رشد می یابد و مادر می شود. هر کسی که فرزندی زایید لزوماً مادر نشده است. مادریت عالی ترین مقام زن است، یعنی زن از طریق عقل گرایی است که می تواند عشق مادریت را در خود بیابد، وگرنه آن مهر غریزی زن به سوی فسق و هوسبازی و نفرت می رود. زن به میزانی که در خردورزی و انجام وظیفه دینی که دروی یک تلاش هستند رشد می کند، عاشق می شود و مادر می شود و دلش زنده شده و از امراض کاهنده پاک می گردد.
و در غیر این صورت دلش می میرد و سنگ می شود و به همین میزان تظاهر و ریاکاری های به اصطلاح عاشقانه اش اوج می گیرد تا ماهیت قساوت باطنی خود را مخفی سازد. اگر امروز زنان را چه بسا رنجورتر و دیوانه تر و قسی القلب تر از مردان می بینیم، به دلیل آن است که مهر مادری این هدیه الهی را در خود مبدل به هوسبازی نموده و به بازار خود فروشی برده و تباه ساختند. زن ذاتاً در قبال دردها و سختیها بسیار قوی تر از مرد است و مردان عمدتاً قدرت نمایی می کنند و قوی نیستند. درد بارداری که دردی تا سرحد مرگ است داله بر این واقعیت می باشد. تحمل این درد یکی از اسرار قدرت وجودی زن است. لذا یکی از چیزهایی که این قدرت ذاتی را در زن مبدل به ضعف و انحطاط می کند پشت کردن به این درد می باشد و این عملا همان پشت کردن به مقام ذاتی مادریت است و به معنای روی کرد به انحطاط و زبونی و فسادی است که نامش برابری با مرد می باشد. زیرا اگر عشق و ایثار و صبر و مقاومت در برابر سختی ها بالاترین ارزش و نشانه قدرت انسان است، پس زن ذاتاً در مقامی برتر از مرد قرار دارد و میل به برابری و همسان سازی با مرد در واقع میل به تحقیر کردن خیشتن است و ساقط نمودن خود از قوه حیات خیشتن است. فلذا چون این زنی دیگر نه زن است و نه مرد، بلکه یک موجود برزخی و پوچ است و عملا یک سوراخ زبون و عمله است و بازیچه هوس‌های مردان جاهل و محل تخلیه شهوت آنان. زن در قلمرو دانش و فن حد اکثر یک مادام کوری است که اکتشافات شوهرش را به نام خودش به ثبت می رساند و نهایتاً مبدل به زنی دیوانه شد که اشعه ایکس را وحی الهی می پنداشت و صدها بیمار را رنجور کرده و به قتل رسانید و در نهایت نخوت و رسوایی و حقارت مرد. دانش و فن در مقامی مادون عشق مادری قرار دارد و می دانیم که چگونه فرزندان مادام کوری به نفرت از وی رسیدند، زیرا مادریت را در شأن خود نمی دانست و نهایتاً به شوهرش هم چنان پشت کرد و نمک به حرامی نمود که شوهر هم از او نفرت یافت و عملاً تا به تحملش را نداشت و در جدایی زیستند. بنابراین منظور از عقل دانش و فن نیست و زنان در دانش و فن پرستی به کلی عقل غریزی خود را نیز از دست می دهند و به همین دلیل زنان این گونه بسیار بیشتر برده مردان هستند تا زنان قدیم. از زنانی که به حق مادریت خود پشت می کنند نیز دردمندترین زنان جهان هستند. دردی که آنها را زنده زنده می کشد و تباه و سیاه می کند. شاید هیچ درد بیدرمان و منهدم کننده‌ای چون درد نفرت از مادریت نباشد. زنی که می‌خواهد با مرد برابر شود، مبدل به برده‌ای رنجور و بی‌مزد و مواجب در اختیار مردان تبهکار می‌شود. برده‌ای که جز بزک کردن خود، حرفه و هم مغم دیگری ندارد و برده‌ای هزاران بار بدبخت‌تر از کنیزکان بازار برده فروشی‌های دوران کهن است. چون این زنی حتی زنانیت غریزی خود را نیز از دست می دهد و غریزه های حیاتی وی نیز فلج می شود. همه دردهای کاهنده زنان مدرن حاصل جنون برابری با مردان است. دردی که روان را می کشد، دل را سنگ می کند و تن را کانون انواع امراض. دردی که حتی لذت جنسی را نیز حرام کرده و مبدل به عذاب می سازد. فیمینیزم یعنی مکتب اصالت مؤنث نتیجه مالی خولیایی ناکامی در برابر شدن با مرد است که اینک منجر به نفرت از مرد و نیز همجنسگرایی شده است. زنی که میخواهد با مرد برابر شود بایستی بی‌حس و کرخت شود، یعنی معتاد به انواع مخدرات دارویی و قاچاقی گردد. برابری همان نابودی است. هیچ زن خردمندی هرگز نمیخواهد با مرد برابر شود. اراده به برابر شدن با مرد نطفه حماقت بر انجوری زن است و بزرگترین نشانه زائل شدن عقل زنانگی می باشد. استقلال وجودی زن فقط و فقط حاصل درک و دریافت وی از ذات مادریت خیشتن است. درد مادریت تنها دردی است که امراض نفسانی زن را علاج می کند و او را تعالی می بخشد. زن به میزانی که مادری خردمند و اهل وظیفه است سالم است. این واقعیت را تجربه بشری در همه جا اثبات می کند.
زن به میزانی که مثلا تحصیل علم و فن و ثروت و ریاست را بر همسریت و مادریت خود ترجیح می‌دهد، از خود بیگانه است و به سوی امراض و عذاب‌های تباه کننده می‌رود و دلش بیمار و ثقیل می‌گردد و به تدریج می‌میرد. درد مادریت همان درد خداییت بر روی زمین است. بهشت زیر پای مادران است، یعنی زن عیش پرست از مقامی مادریت خود ساقط گردیده است، زیرا مادریت فرای بهشت است و این مقام عرفان است. زنی را می شناسم حدود 60 سال که با نشاطترین و آرامترین و سالمترین زنی است که دیدم. نامش زیباست و همشهری ما. این زن در سرآغاز جوانی چند روز پس از عروسیش دچار فاجعه‌ای شد، با آن این که شوهر جوانش در چاهی افتاد و کمرش شکست و نخاعش کاملا برای همیشه قطع گردید و لذا برای تمام عمرش از هر نوع حرکت و نیز از مردانگی ساقط شد و 30 سال به طور زمینگیر کامل زیست و چون مردی کارگر بود و لذا به لحاظ معیشت نابود شد. ولی زنش تا به آخر عمر با وی با کمال صبوری و مهربانی زیست و خودش کارگری کرد و زندگیشان را تأمین نمود و روزی چند بار لگن زیر وی می گذاشت و مثل کودکی وی را تر و خشک و نظافت می کرد و بارها هم با صبوری کامل از دست شوهرش کتک هم می خورد. قطعه چوبی پهلوی وی نهاده بود و هرگاه که وی از دست زنش عصبانی می شد، زن می رفت به نزد وی تا کتک بخورد و پس هر بار کتک خوردن دست شوهرش را می بوسید و می رفت سر گلیم بافیش. این زن در روستای ما و در میان فامیل و آشنایانش به شما چقدر خوب هستید مشهور بود، زیرا به هر کسی را که می دید با تمام احساسش به آن طرف می گفت شما چقدر خوب هستید. او به راستی همه را خوب و زیبا و عالی می دید و نظر قلبیش در این باره آنقدر شدید بود که از گفتن نظرش ابایی نداشت و لذا این عبارت مبدل به ذکر و ورد او شده بود. اکثر مردم وی را دیوانه و ابله و بدبخت ترین زن می دانند، ولی او خوشبخت ترین و سالم ترین و بی‌مسئله ترین زنی است که در عمرم دیدم. او خودش می گفت که در تمام عمرش حتی یک سرفه نکرده است و هرگز نیازی به دوا و دکتر پیدا نکرده است. او به راستی مادری کامل برای همه مردم شده بود و به ام و امامت ذات خود رسیده بود، زیرا برای شوهرش مادری کرده بود. مادری کردن برای فرزندان خود هنری ندارد و امری کور و غریزی است، زیرا لذت و برخورداری متقابل دارد و در حکم یک وظیفه محض و برای خدا نیست. او فقط به خاطر این انجام وظیفه محض به مقام مادری کامل رسیده بود و به سلامت کامل تن و روح و دل. او به معنای کامل از خود و از هوا و هوس خود گذشته بود و کاری محض در دین و انجام وظیفه برای خدا نموده بود. او زنی کاملا امی و بی سواد و روستایی بود و در هر انسانی فقط خوبی و زیبایی می دید، یعنی خدا را می دید. او از اولیای خدا بود و به مقام انسان کامل رسیده بود و نه پیغمبر بود و نه پیامبرزاده و امامزاده بود و نه هیچ سوادی در دین و عرفان داشت و با تربیت ترین و با معرفت ترین زنی بود که دیدم و با محبت ترین و سالم ترین زنها. این زن در نقطه مقابل مادام کوری قرار دارد که نهایتاً به نفرت از همه مردم رسید، چرا که قدر اختراع ضد بشری او را درک نمی کردن. هیچ دردی جان سوزتر و دل سوزتر و استخوان سوزتر از درد مادریت در قبال کودکی غول و ناخلف و ستمگر و ابله نیست. صبر بر این درد است که زن را به خدایش و حقش می رساند، یعنی درد مادریت و محبت در قبال یک چنین شوهری که اکثریت قریب به اتفاق شوهرها کما بیش این گونه. درد مادر کلن خدایی ترین درد هاست و مردان کامل هم موفق به کشف همین درد در خیشتن شده و به ام خود یعنی امامت می رسند. زن اگر این قدرت و مقام الهی را در خود نیابد به هیچ چیزی نرسیده و موجودی عبث و بازیچه و ناکام است، حتی اگر علامه دهر شود. و اما آن زنی که خود را مواجه با فرزند یا شوهر و یا هر مردی میابد که بسیار مادرتر از خود است، واقعی دیگر است که البته از وقایع بسیار نادر میباشد
و بزرگترین امتحان در پیش روی تمامیت زنانیت اوست، مثل رویارویی مریم علیه السلام با مسیح، هاجر با ابراهیم، خدیجه با محمد، فاطمه با علی، زینب با حسین، و نیز در مواردی مثل رویارویی جعده با امام حسن، قطامه با علی علیه السلام، عایشه با محمد، زن شیخ خرقانی با وی، و دو نوع عکس العمل کاملا متضاد در قبال چنین مردانی. این رویارویی امامت و امیت و مادریت مرد با کل زنانیت زن است. دو مادر روی در روی یکدیگر، رویارویی دو ام، این عین رویارویی خدا با خیشتن است. مهربانی و ایثار و خدمت به دیگران به عنوان و معنا و احساس وظیفه و نه چیز دیگری. این همان معنای مادر بودن به عنوان وظیفه است که مسلماً کاری بس عظیم و به غایت عالی و دقیق است و همان معنای ناب مادریت است و هر احساس و معنایی غیر از وظیفه در آن حضور داشته باشد از ناخالصی های آن است که می تواند اصل مادریت را تباه سازد. درد مادریت به لحاظ معنای دینی و عرفانیش برخواسته از چنین تلاش خالصانه است که زن را به حق جاودانه‌اش می رساند. زیرا به ندرت کسی طالب و فهمنده چنین مادریت خالصی است، همانطور که به ندرت کسی طالب و فهمنده خداست، زیرا خدا مظهر مهر مطلق است بی هیچ توقعی. در فرهنگ جاهلیت بشری چنین زنی مظهر سنگدلی و بی عاطفگی شناخته می شود. عشق به عنوان وظیفه همانا ذات مادریت است و راز بقای بشر بر روی زمین. به هر حال عموماً مادران در درجات متفاوت از مصادیق عاشقان بی معشوق هستند و این عالی ترین و شدید ترین درد دل و روح و جان است که هر زنی اگر آن را درک و تصدیق کند و در آن بماند به خدا می رسد. و نیز هر عشقی به میزان سلامت و عشق بودنش از ذات عشق مادران است، ولذا مقام امامت و معرفت کامل در مردان هم مقام عشق بی توقع در باری مردم است، ولذا مقام شفاعت خلق است. هر مادری به میزانی که از همسر و فرزندانش توقع دارد و از آنها دلخور و مکدر است مادر نیست و به همین میزان رنجور و معذب است و از دین خارج است و از حقش بیگانه است. درد مادر بودن آن درد صراط المستقیم هدایت است و صراط المستقیم فراسوی بهشت و جهنم است، ولذا مادران ذاتن در این فراسو قرار دارند و به میزانی که این فراسو را قدر بدانند در مقام عارفانند و این مقام در رابطه با شوهر است که تحقق کامل می‌یابد، زیرا در رابطه با فرزندان امری غریزی است و برخورداری و لذتی متقابل است، ولذا در حکم وظیفه محسوب نمی‌آید و مهر خالصانه و برای خدا نمی‌تواند باشد. و زنی که با تولد فرزندانش پشت به شوهر می کند، اشد لطف الهی را مبدل به اشد شقاوت ساخته و خود را مبدل به تباه ترین انسان ها می نماید و فرزندان خود را نیز به زودی از خودش به نفرت می رساند و خودش در عذابی کاهنده می افتد و دل و دین خود را تباه می کند. در همه مذاهب بزرگ جهان زنان هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت در عرصه ایمان و اخلاص بسیار بیشتر و مستحکمتر بودند. مسئله فقط گمنامی اکثر آنهاست که خود سری عظیم است. در تاریخ صدر اسلام تعداد زنان مخلصی که در بیعت و اطاعت محض پیامبر از طریق خدیجه و فاطمه بودند و نیز مؤمنان عارفی که در ارادت با علی بودند بسیار بیشتر از مردان بوده است که با توجه به همان اندک خیر و اثری که از آنان در روایات وجود دارد می توان به عظمت و قدرت ایمان و معرفت آنان پی برد. در واقعه پس از عاشورای حسینی به ناگاه تعداد کثیری از این زنان خود را آشکار نمودند و سپاه یزید را به پشیزی نگرفتند، در حالی که همه مردان فراری و در جستجوی سوراخ موش بودند و در رأس آنان خود زینب است که چنان سیمایی از خود آشکار ساخت که به ندرت میتوان در میان قهرمانان مذهبی و ملی در کل تاریخ مشابهی برای او پیدا کرد. و نیز در عرصه معرفت که در وصف واقعی عاشورا میگوید جز جمال حق و زیبایی چیزی ندیدم و خداوند را سپاس که نعمات خودش را درباره ما کامل نمود.
چون این حدی از معرفت و شهامت و ایمان را در هیچ مرد قهرمانی و حتی در پیامبران بزرگ هم سراغ نداریم. در تاریخ مسیحیت نیز طبق اسناد و آمار واتیکان بیش از 80% از 300 و اندی قدیسینی که به مقام حشر و اتحاد با مسیح علیه السلام رسیدند و نشانه های مسیح در بدن آنها ظاهر شده است زن بودند. در صدر مسیحیت هم شاهدیم که بدون وجود مریم مجدلیه آن حواری حیرت آور ما بقی حواریون پس از مصلوب شدن و عروج مسیح دچار سرگردانی تا سرحد کفر شده بودند که به واسطه مریم مجدلیه به خود آمدند و ایمانشان احیا گردید. در حقیقت دین و پیام روح مسیح از طریق مریم مجدلیه بود که در تاریخ بشر جاری شد. همانطور که مولد انسانی چون مسیح هم مادرش مریم علیه السلام بود که بی واسطه هیچ مردی روح خدا را باردار شد و به دنیا آورد. این ویژگی زن برخواسته از ذات فعال مادریت اوست که حقوقش به تمام و کمال ادا شده باشد. زنی که همه امیال و هوس‌های خود را زیر پا نهاده و جز مادریت از وجود خود چیزی دیگر باقی نگذاشته است. یعنی زن به مقام کمال انسانی که همان امامت می باشد ذاتاً نزدیکتر است، زیرا امام یعنی مادر بشریت. زن برای رسیدن به امیت خیشتن لزوماً محتاج زاییدن بچه نیست، همانطور که لزوماً محتاج موجودی به نام شوهر هم نیست. نمونه های تاریخی که برخی ذکرش رفت مصداق این واقعیت می باشند. این بینیازی ذاتی زن نسبت به مرد بسیار شدیدتر و خلاقتر از بینیازی ذاتی مرد نسبت به زن می باشد. یعنی کمال و وحدانیت وجود در هر بشری اعم از زن و مرد حضور دارد، منتها مرد برای رسیدن به این یگانگی وجود محتاج تلاش هایی است که زن از این نوع تلاش ها ذاتاً بینیاز است، مثل تلاش های اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و هنری و امثال هم. و یا لااقل نیاز زن به این نوع تلاش های مادی و بیرونی و بازاری بسیار کمتر است. در روایات شیعی نیز داریم که اکثریت مریدان خالص امام زمان در هنگام ظهورش زنان هستند. طبق فلسفه های مدرن بایستی زن را مظهر آشکار وجود فی نفسه، یعنی هستی در خیشتن دانست، که این گوهره و قوت را بسیار شدیدتر و زنده تر از مردان در خود داراست. و به میزانی که این گوهرش را بازیچه هوسبازی ها و مردخواری ها و بچه پرستی ها می کند و تقلید و رقابت با مردان را الگوی سعادت قرار می دهد و مسخره جنون برابری می شود، از خود بیگانه و به تدریج دیوانه می شود و به دردهای تباه کننده مبتلا می شود. درد بودن که در واقع درد در خود بودن است، یک درد الهی است و خدایی ترین درد انسان است و آنچه که انسان را از این درد فراری می دهد و بیگانه و رنجور و دریوزه می سازد، اراده به ظهور می باشد. اراده به قدرت و شهرت و محبوبیت. زیرا فقط خداست که مطلقاً و ذاتاً خودش می باشد و کانون هستی در خیشتن است که هستیش از خودش می باشد. به لحاظی این همان درد تنهایی است. ولی زن هم به میزانی که از تنهایی می گریزد، از امیت و هستی ذاتی خود می گریزد. البته این تنهایی اگر به انگیزه و معنای نفرت از مرد و فرزند باشد و توجیهی برای گریز از مسئولیت و وظیفه باشد، مسلماً نتیجهی معکوس دارد. لذا عالی ترین نوع تنهایی زن که سازنده ترین نوع تنهایی می باشد، همانا تحمل تنهایی با شوهر است و ادای وظیفه محض در رابطه با وی. برای زن هیچ ورطه‌ای تباه کننده تر از بازی نیست که عواطف عاشقانه نامیده می شود، به خصوص آنگاه که بخواهد حربه‌ای برای فرار از انجام وظیفه گردد که معمولاً چنین می شود. عاطفه و عشق اگر در قالب انجام وظیفه قرار نگیرد، جز فروپاشی عاطفی و زناشویی و تباهی اخلاق حاصلی ندارد. در چنین قالبی است که عشق مبدل به عقل و معرفت و تعالی معنوی می شود و در غیر این صورت آتشی سرکش است که سرنوشت زن را می سوزاند و وی را اسباب بازی دست مردان تبهکار می سازد. عشق در قالب انجام وظیفه است که مادریت را به الوهیت می رساند.
آنچرا که درد بودن یا درد در خود بودن و صبر در خود ماندن می نامیم، در بیان اخلاقی و دینی همانا اصل عصمت و عفت و حجاب و بکارت زن است. این اصل در اهمیتش برای مردان هیچ کمتر نیست، ولی برای زنان در حکم امر اول و محور سرنوشت آنهاست که بدون رعایت آن از حداقل انسانیت خود نیز ساقط می‌گردند، ولی برای مرد به مثابه شاهراه رسیدن به معرفت و کمال روحانی است، زیرا زن در حکم دل عریان مرد است. زن اصلا یک هستی عریان است، ولی زن بیشتر از مرد محتاج حراست از خیشتن است تا در بازار دچار آفت‌ها نشود. مرد به میزانی که در خود می نشیند دچار روحانیت جمال می شود و زیبایی خاصی می یابد که در پیامبران و قدیسین شهرت دارد، ولی زن ذاتن و به طور طبیعی از چنین وضعی برخوردار است و لذا بایستی در حجاب تن و رفتار و امیال باشد تا این قوه خدادادی را از دست ندهد و ظاهرن و باطنن زشت و بیگانه نگردد. درد در خود ماندن و اراده به ظهور را مهار نمودن مسلماً یک درد عظیم و بی انتهای روحی نفسانی است که البته لطیف‌ترین دردهای بشر است، ولذا انسان را به سوی لطافت فزاینده عقل و دل می کشاند و نیز جمال. کسی که این درد الهی را تحمل و پاسداری نکند به دردهای جانکاه و تباه کننده مبتلا می شود که در حکم عذاب هستند. زن طبعاً باطنگراتر است، یعنی معنوی تر و روحانی تر است و این جبران برخی از ضعف‌های ظاهری او در قبال مرد است. این باطنی بودن طبیعی اگر در جریان انجام وظایف اخلاقی دینی مبدل به عقل و معرفت نشود، مسلماً مبدل به کید و مکر زنانه می شود و این زن را مبدل به یک جادوگر و یا شیطان می سازد و دیوانه و تباه می کند و در چشم مردان هم فقط مبدل به یک ابزار جنسی می نماید و چون شهوانیت را از دست داد مطرود و منفور می گردد. قید زنانه همان عقل تباه شده او در عرصه اراده به ظهور می باشد، یعنی در عرصه اراده به محبوبیت. زن به میزانی که گمنامی خود را حقارت و بدبختی می پندارد به سوی گمراهی و تباهی می رود.